سلام خدمت دوستان عزیز خودم، اشرفی ها و اشرف نشون ها و همه حامیان مقاومت. دیدین؟ ها؟ آخرش ظریف دست بالا کرد. اونقدر بهش گفتیم ظریف برو گم شو، ظریف برو گم شو، که اصلا ترسید بیاد به صحنه و خودش دومشو گذاشت رو کولش که بره گم شه. البته شما باعث شدین که کار باندای نظام از دست به یقه شدن هم بگذره. ببینین یارو چی میگه. بر اساس اطلاعاتی که دارم، دلیل اصلی استعفای ظریف دخالت نهادهای غیر مسئول در سیاست خارجه کشور است. مطابق قانون اساسی، وزارت خارجه متولی سیاست خارجه کشور است، اما اکنون استقلال کافی ندارد. طبیعتاً ظریف احساس می‌کند موانعی پیش روی اوست که نمی‌تواند کار خود را انجام دهد. رئیس جمهور از ابتدا باید اقتدار بیشتری می داشت و اجازه دخالت به نیروهای نظامی و غیره در سیاست خارجی را نمی داد. وای حالا دعوای دزدا تو نظام ولایت به جایی رسیده که خودشون پته این ساختار حاکمیتی رو میزنن. آخه مگه تو ولایت مطلقه فقی رأی مردم و رئیس جمهور معنی داره که حالا وزیر خارجش معنی داشته باشه؟ اما ببینین اون باندیا چی میگن. استعفای ظریف از واقعیت تا سناریو. در گام اول این استعفا، با جدی بودن ظریف در تصمیم خود به مخاطب القا می کنند که بی تردید سکاندار وزارت امور خارجه تغییر خواهد کرد. در گام دوم، خبری منعکس می شود که ظریف در پاسخ پیامکی به سؤالی درباره چرایی استعفا از عدم حضور در دیدارهای بشار اسد ابراز گلایه می کند و آن را نشانه بی‌اعتباری خود در جهان می داند. در گام سوم، تلاش ها به ظاهر برای منصرف کردن ظریف از تصمیم خود کلید می خورد. در گام چهارم، بیانیه های برخی گروه های سیاسی، پیگیری برخی شخصیت ها احتمالاً با لابی دولت و غیره برای بازگرداندن ظریف کلید خواهد خورد. گام پنجم، به الغای حمایت‌های مردمی از ظریف و تبدیل کردن تداوم حضور وی در کابینه 12 به یک خواست عمومی خواهد بود. گام ششم هم به احتمال بسیار با مخالفت روحانی با استعفا پایان خواهد یافت. این استعفا مقدمه‌ای برای طرح خواسته‌های جدید از سوی دولتی‌ها هم خواهد بود. بیا من در عجبم که این یارو سبزعلی رضایی اینا رو تنهایی کشف کرده و تو تابناکش نوشته یا یکی کمکش کرده. به آیکیو یارو نمیخوره این همه گامو با هم بنویسه، اما فقط همین کشف و شهودا نیست، ببینین یارو رو چطوری تهدید میکنن. دستگاه قضایی باید ظریف را ممنوع الخروج و به نقش وی در تحمیل تحریم‌های جدید و همچنین حضور عناصر جاسوس در تیم وی رسیدگی کند. حمید رسایی در واکنش به استعفای ظریف در صفحه اینستاگرام خود نوشت: ظریف در صفحه رسمی اینستاگرام خود که تیک آبی دارد خبر استعفایش را اعلام کرد. کسی که از دوره دبیرستان تا سالهای پایانی دولت دهم در آمریکا زندگی کرده، بعد از تحمیل توافقنامه‌های ننگین از جمله توافق برجام و در حالی که از تحمیل FATF، CFT و پالرمو ناامید شده است، همزمان با سفر محور مقاومت بشار اسد به ایران از سمت خود استعفا داد. رسایی می‌افزاید: هفته‌نامه 9 دی در شماره 345 اواخر دی ماه از استعفای ظریف خبر داده بود. آگاهان سیاسی استعفای ظریف را در کنار ناکارآمدی حسن روحانی برای رفع مشکلات داخلی و معیشتی مردم به معنای فروپاشی دولت حسن روحانی می‌دانند. ظریف در اسفند سال 91 با ورود در سفارت آمریکا در ترکیه به دنبال بازگشت به آمریکا و زندگی دائمی در آنجا بود. این نکته را در سال 92 در نطق مخالفتم با کابینه حسن روحانی اعلام کردم.
اکنون دستگاه قضایی باید ظریف را ممنوع الخروج و به نقش وی در تحمیل تحریم‌های جدید و همچنین حضور عناصر جاسوس در تیم وی رسیدگی کند. بله، حالا داستان ظریف به هر نقطه‌ای هم که برسه یه چیزی خیلی روشن شده، اونم اینه که نظام ولایت بد جوری تو بحرانا گیر کرده. باندای نظام غیر از آشولاش کردن همدیگه و باج سیبیل گرفتن راه حلی واسه شون نمونده. بحرانای نظام یه مدار کیفی عمیق‌تر شده. ناز شست کانونای شورشی و قیام آفرینا که تو این وانفسا نظام و درست حسابی زیر زرگ گرفتن. بله عزت زیاد.